از عوامل محیطی بحث تراکم هست. تراکم رو دوستان جدی بگیرن. سلام، امروز میخوام در رابطه با تغذیه و رشد ماهی قزل‌آلا نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید ماهیان قزل‌آلا ماهیان حساسی هستند، حساس به نور، درجه حرارت و تمامی عوامل به خصوص تراکم، هوا و تمامی آیتم هایی که مربوط به آب هست به این حساسیت دارند و اینها رو ما باید حتما قبل از اینکه ماهی ریزی کنیم اینها رو باید در نظر بگیریم تا بتونیم در واقع تلفات خودمون رو بیاریم پایین و سود بیشتری رو از قبل پرورش ماهی قزل‌آلا داشته باشیم. ما اینها رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. یه قسمت از در واقع مشکلاتی که ما داریم بحث مشکلات بیرونی است یا طبقه بندی های بیرونی هست، اینو باید در نظر داشته باشیم. یه مقدار از تقسیم بندی های رشد و تغذیه ماهی به درون برمیگرده. مشکلاتی که درونی هستند، این مشکلات عبارت است از ژنتیک که ما روی ژنتیک حساس هستیم، باید ماهیانی رو خریداری کنیم و از اینا استفاده کنیم که از نظر ژنتیکی و پتانسیل های ژنتیکی اینها رشد بهتری داشته باشند و گونه هایی باشند که بتونند به خوبی رشد داشته باشند. مورد بعدی بحث بلوغ جنسی هست. حتما باید ماهی هایی رو ما خریداری کنیم که بلوغ جنسی زودرسی نداشته باشند. این هم یک نکته است که حتما باید دوستان به این توجه داشته باشند که ما بتونیم در واقع برای حفظ سود خودمون و منافع در واقع پرورش ماهی بتونیم اینها رو مد نظر قرار بدیم. نکته ای هم که باید رعایت بشه بحث عوامل محیطی هست. روی عوامل محیطی حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی اینها رو به صورت تیتوار خدمت دوستان عزیز من میشمارم و در مورد اینها توضیحات لازم رو خواهیم داد. یکی از مهمترین عواملی که به عوامل محیطی در واقع ربط داره بحث اکسیژن محلول در آب هست که برامون اهمیت بیشتری داره. هر چقدر اکسیژن محلولمون در آب بیشتر باشه و ما بتونیم از این اکسیژن به نحو احسن برای ماهیای خودمون استفاده کنیم، در واقع ما میتونیم گوشت بیشتری بگیریم، بازدهی بیشتری برامون داره. البته این اشباع اکسیژنی به حدی نرسه که فوق اشباع باشه ما به بیماری حباب گازی هم دچار بشیم، در یه حدی که ما همون 6 تا 8-9 گرم رو اودو رو در آب داشته باشیم به صورت محلول که بتونیم ماهیان بهتری رو داشته باشیم. از عوامل محیطی بحث تراکم هست. تراکم رو دوستان جدی بگیرن. بر اساس میزان ماهیانی که در استخر میریزند و در فارم خودشون میریزند تراکم رو محاسبه کنن، طوری نباشه که تراکم بیشتر باعث استرس بیشتر در ماهی میشه. وقتی تراکمتون در داخل فارم و در داخل استخر بیشتر میشه، تلاقی بین ماهی ها و تصادم بین اینها و استکاک بین اینها بیشتر میشه و استرس بیشتری اینها میگیرن، انرژی بیشتری از اینها سلب میشه و میزان کارایی و بازدهی اینها میاد پایین و گوشت کمتری رو در واقع اینها میدن، به علت اینکه اکسیژن هم از طرفی میاد پایین، مدفوع اینها بیشتر میشه و در واقع آلودگی های آب هم به تبع اون بیشتر خواهد شد. تراکم برامون بسیار مهم است. توی تراکم ما استرس هم داریم. وقتی استرس داخل استخرمون بیشتر شد، ما یا توقف در رشد خواهیم داشت یا توقف در خوردن خوراک خواهیم داشت. اینو دوستان حتما در نظر بگیرن که ما استرس رو از ماهیان خودمون برطرف کنیم. از جمله عواملی که استرس‌زا هستن، توی جمع‌آوری ماهی، شمارش ماهی، جابجایی ماهی از یک استخر به استخر دیگه، یا پرندگانی هستن که ایجاد در واقع استرس میکنن، یا فنس کشی و تور کشی ایجاد استرس میکنه. اینها تبعاتی برای ماهیان ما دارن که باید مراقب استرس در گله خودمون باشیم. نکته بعدی بحث کیفیت و کمیت آب است. دوستان ببینید کیفیت آبمون باید بالا باشه. هر چقدر آبمون تمیزتر باشه، آب بهتری داشته باشیم، آب بهداشتی تری داشته باشیم، آبی که جلبک زده نباشه، آبی که در واقع شور نباشه، آبهایی در واقع زلال داشته باشیم، ما بتونیم ته استخر خودمون رو مشاهده کنیم تا درون آب زلال خودمون ماهیان بهتری رو
پرورش بدیم. نکته بعدی ترکیبات درون آب هست. دوستان ببینید اکسیژن محلول در آب، آمونیاک، CO2، اینها ترکیبات محلول در آبمون هستن. باید مراقب باشیم همون O2 محلولمون همون در حد اگر 6 گرم در لیتر باشه یا CO2 ما 10 گرم در لیتر باشه یا NH3 ما، میزان نیترات ما اینها یه جوری باشن که ما بتونیم آمونیاک کمتری رو وارد استخر خودمون بکنیم که اینها روی اعصاب ماهی تاثیر دارن. اگر ماهیان میبینیم که طرز به قول معروف بال زدن اینها و شنا کردن اینها درست نیست و به صورت عادی نیست، اینا به خاطر آمونیاک بیشتر هست که وارد چرخه آب شده، اینها رو باید مد نظر قرار بدیم. این آمونیوم بیشتر و آمونیاک بیشتر روی شش ماهی تاثیر داره، روی اعصاب ماهی تاثیر داره. این هم از عوامل محیطی است که باید مد نظر قرار بدیم. و آخری مورد در رابطه با نور هست. دوستان ببینید نور یکی از عوامل بسیار مهم در پرورش ماهی است. تمامی حیواناتی که ما پرورش میدیم به نوعی با نور درگیر هستیم. این نور برای ما اهمیت بیشتری داره. هر چقدر در واقع طول نور رو در روز ما بیشتر بکنیم به همون اندازه رشد بیشتری داریم. طبق تحقیقاتی که انجام شده در ماهیانی که بین 50 تا 80 گرم وزن دارن، اگر ما طول روز رو بیشتر کنیم 13 تا 17% ما افزایش بازدهی و افزایش گوشت خواهیم داشت. اینو دوستان حتما مد نظر قرار بدن که در زمانهایی که ما نورمون بیشتر باشه برای ماهیان 50 تا 80 گرم این هم در نظر داشته باشیم. نور شدید هم باعث استرس میشه، ما باید جلوی نورهای شدید رو هم بگیریم که مشکلاتی برای فارم ما ایجاد نکنن. طبق آزمایشاتی که صورت گرفته هر چقدر ما درجه حرارت رو از 9 درجه سانتیگراد به طرف 15 درجه سانتیگراد بیشتر میکنیم، میزان سوخت و ساز ما 68% افزایش پیدا میکنه. یعنی بین بازه 9% تا 15، بین 9 درجه سانتیگراد تا 15 درجه ما یک بازه زمانی داریم. این آزمایشات نشون میده که سوخت و ساز ما 68% بالا میره، 99% آمونیوم وارد آب میشه و حدود 13% اکسیژن محلول در آب ما کاهش پیدا میکنه. بهترین رنج پرورش ماهی برای دما و درجه حرارتمون 14 تا 18 درجه سانتیگراد است. این رو دوستان حتما توی فارمای پرورشی خودتون مد نظر قرار بدید. هر چقدر این دما پایین تر میاد و حرارت پایین تر میاد به همون اندازه ما سوخت سازمون پایین تر میاد و هر چقدر دما بالاتر میره، یعنی بالاتر از اون رنجی که ما خدمتتون عرض کردیم یا آسایش ماهی بگیم یا کامفورتیبل ماهی ما این رو در نظر بگیریم و بالای 22 درجه سانتیگراد این رو مد نظر قرار بدیم، ما تلفات ماهیمون بیشتر خواهد شد. پس نور و حرارت برای ما اهمیت بیشتری داره. این دوتا عامل محیطی رو با دقت بیشتری در فارم خودمون داشته باشیم که بتونیم ماهیان سالمتر، شادابتر و سرحالتری داشته باشیم و از بیماری های فارم خودمون بکاهیم و بازدهی خوبی رو در فارم پرورش ماهی داشته باشیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر در مورد پرورش ماهی، در مورد تغذیه ماهی و آب، تراکم، نور، درجه حرارت سوالی داشتید حتما کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.